خب دوستان، توی قسمت قبلیمون اومدیم درباره پیوت ها گفتیم، نقاط ماژور براتون توضیح دادم، پیوت ماژور پیوت مینور رو براتون توضیح دادیم، گفتیم که پیوت ماژور پیوت هایی هستن که در یک روند کلی حسابشون میکنیم. اینجوری براتون بگم راحت تره، مثلا از این قسمت تا این قسمت یک روند صعودی در سهم داشتیم، ما میایم میگیم که این نقاطمون نقاط ماژور هستن، سایر نقاط ریزی که مثل این قله هایی که اینجا هستن، مثل این کفا، اینا همشون مینور حساب میشن. چرا؟ چون در طی روند ما یه جورایی به حساب نمیان در طولانی مدتی، ولی چون نوسان گیری هستن، اینو اینجوری تو ذهنتون بسپارید، طولانی مدتی ها رو خب پیوت ماژور حساب میکنیم، هر کدوم از اینایی که کوتاه مدتی تر بینشون هست و مینور حساب میکنیم. روش تشخیصش هم با اندیکاتور مکتی براتون گفتم. حالا ما میخواییم که چنگال اندروز رو براتون، رسمش رو براتون توضیح بدیم. توی این قسمت توی رخاورد میایید که یک سری ابزارها هستن، ابزار اولی پیچ فورک رو برمیدارید خب و رسمش میکنید. چنگال اندروز سه قسمت داره: یک، دسته چنگاله، همینیه که من دارم میکشم، دو نقطه A و B. من توی تنظیماتش چند تا نقطه اضافه گذاشتم، برشون میدارم براتون که متوجه بشید. خب این چنگال اندروز، چنگال اندروز میگه چی؟ میگه که شما اگر این دو نقطه A و B، A، B و C رو روی نقاط پیوت ماژور قرار بدید، به طوری که نمودار به طرز درستی توی چنگال قرار بگیره، شما میتونید بر اساس این محوری که نمودار داره توش، این کانالی که نمودار داره توش عبور میکنه، آینده این سهم رو تشخیص بدید. مثلا اگر سهمی به این صورت خب توی این کانال در حال رفت آمد باشه و نتونه از خط میانی عبور کنه، به احتمال زیاد ریزش داره. یا اینی که اگر بتونه از این کانال عبور بکنه و به این برسه، خب به احتمال خیلی خیلی زیاد اگر اصلاح بخواد بکنه تا این خط میاد، دوباره برمیگرده، اگر بخواد برگرده دوباره میاد پایین، و اگر اون بالا بمونه از این کانال میتونه خارج بشه. حالا بستگی به نمودارهای سهم و سایر مواردی داره که توش هست. حالا برای رسم چنگال اندروز چیکار میکنیم؟ میاییم نقاط پیوت های ماژورمون رو، دقت کنید دوستان، پیوت ماژور رو انتخاب میکنیم که ما انتخاب کردیم توی این سهم بر اساس همون روشی که بهتون گفتم. خب من این نمودار رو ریخ و هم ببخشید درستش بکنم. خب ببینید، خدمتون گفتم که این چنگال سه نقطه داره. خب این یک نقطه که دستشه، نقطه بعدی رو روی یه قسمت سهم میذاریم، روی یه پیوت ماژور رو میذاریم، نقطه بعدی رو روی یکی دیگه. همونطور که مشاهده میکنید دوستان، خب یه کانالی ترسیم شد برای ما. این کانال حالا چی داره؟ خود این چنگال، خود این چنگال یه سری تنظیمات داره، یه سری اعداد بهتون داده فیبو که البته شما میتونید اینا رو عوض بکنید، مثلا میتونید اینا رو بذارید یک یا هر چیز، هر عدد دیگه‌ای که دوست دارید، ولی دیفالتش رو بذارید روی همینا باشه. این خیلی این اعداد خاصیت دارن. ببینید این الان این دوتا رو من بردارم که دیفالت خودش بودن، یکش رو میذارم باشه. خب ببینید ما این کانال رو داریم، میتونید این اعداد رو بهش اضافه کنید. مثلا من فیبوی 618 رو میذارم، ببینید دوستان
این دوتا خط فیبوی 618 هستن که به من دادن، یا مثلا 382 رو میذارم یه کانال دیگه ترسیم شد این وسط. خب حالا نکته مهمی که براتون بگم اینه که این دسته این چنگال ما خب میتونه روی این نقاط ماژور ما قرار بگیره. خب توی ترسیم، دقت کنید دوستان، توی ترسیم چنگال چند تا نکته خیلی مهمه. یک، نکته اول اینه که شما حتما چون اینا اعداد فیبو هستن، خطوط فیبو هستن، این نقطه کف رو میبینید؟ خب این نقطه کفتون باید با این نقطه چنگال یکی باشه. خب نقطه سقفتون هم حتما باید با نقطه این ماکس سهمتون یکی باشه، نباید مثلا اینجوری بالاتر باشه یا اینی که پایین تر. بعدن که چند بار امتحان کردید متوجه میشید. خب ما اینجا یه دسته چنگال هم داریم که اینو اگر این دسته رو تکون بدید میبینید که اونجا محور نمودارمون بازی میکنه. حالا این که این چنگال رو خب به چه صورتی بذارید خیلی مهمه. این نقطه پیوت ماژورمون رو اینجا انتخاب کردید، خب مطمئن شدید که اینجاست، مثلا این یکی از نقاط پیوت ماژورمون بوده، این یکی از نقاطش بوده، خب میتونید روی این اینها جا به جاش بکنید، محدودیتی ندارید که کجاش بذارید. ولی یه نکته‌ای داره، اینی که این دسته کجا باشه مهمیش اینجاست. ببینید من اگه این دسته رو اینجا بذارم، خب نگاه کنید واکنش های سهم رو بخوام بهتون بگم، ببینید این توی این محدوده فیبوی 38 و 618 خب بازی کرده، رسیده به خط وسط، ریخته اومده روی خط پایینی، ببینید دقیقاً انگار کانال سهم رو کشیدی، دوباره برگشت خورده رفته بالا، رسیده به اینجا به خط وسط، خب این خط وسطمونه، حمایت شده رفته بالا، دوباره روی خط وسط رسیده، حمایت شده رفته بالا، رسیده بالای این خط فیبو، خب دوباره حمایت شده، از این یکی خط رفته بالا، رسیده به سقف این کانال، حمایت شده و رفته بالا. اینو شما این طور میتونید بذارید. حالا ببینیم با دسته این بازی بکنیم چه اتفاقی میفته. این تمرین رو چندین و چند بار حتما انجام بدید قبل از اینی که خریدی بزنید یا هر کاری بکنید. من به صورت ساده و مقدماتی اینو براتون میگم، خودتون دیگه مثل یه دانشجو سرنخ دستتون میاد دنبالش رو بگیرید. حالا من ببینید اینو عوض کردم، ببینیم واکنش سهم توی این قسمتی که من عوض کردم چطور. ببینید از بالای کانال اومده پایین، رسیده به این خط، حمایت درست نشده، رسیده به کف، از کف حمایت شده، رسیده به اینجا، دوباره برگشته پایین. من بذارید اینو یکم بزرگترش بکنم، نگاه کنید دقیقاً مثل خط روندا یا خط کانالی که میکشیم نسبت به این خطا واکنش نشون داده. خب دوباره ببینید اینجا به خط وسط رسیده، اجازه نداده بره بالا، سهم ریخته، دفعه بعدی از روی این خط با قدرت بیشتری رفته بالا، یه پول بک زده روش، دوباره رفته بالا به سقف رسیده، نتونسته رد کنه، اومده پایین، ولی از خط وسط رد نشده، دوباره برگشته بالا، خورده به سقف، دوباره نتونسته رد کنه، ریخته، رفته بالا، ببینید ولی یه خط فیبو بالاتره، یعنی تمایل سهم برای عبور از این نقطه، ببینید از کف اومده بالا، خب دوباره برگشته پایین، دوباره رفته بالا. این چیزا رو بذارید همیشه، خب بهتر متوجه میشید، مثل گچ و تابلو میمونه، دوباره اومده پایین، دوباره رفته بالا. حالا انتظاری که ما الان از این داریم، خب با توجه به اینکه نمودار قیمت اینجاست، دوباره بیاد پایین،
و دوباره بره بالا. حالا این برمیگرده به بحث مزشماری و اینا که توی جلسه بعدی براتون میگم. مهم این بود که ببینید واکنش رو به این چیه؟ اگر شما اینو اشتباه بذارید یا اینو اشتباه بکشید، خب این حتما دلیل بر این نیست که شما درست گذاشتید. مثلا من اینو بیام بذارم اینجا، خب میگم خب این از بالا اومده پایینش کدومو نتونسته نگه داره، اومده از کف کانال در اومده بیرون، پس این زیره. نه، این اشتباهه. خب اینجا هم بخوام بذارمش، ببینید دوباره این هم به نوعی درسته. چرا؟ چون ببینید به خط هامون داره واکنش نشون میده. ببینید به خط وسط واکنش نشون داده، اومده به این واکنش نشون داده، دوباره خورده بهش واکنش نشون داده، به این یکی خطمون واکنش نشون داده، رفته بالا برگشته تقریبا روی این واکنش نشون داده و ادامه مسیر. شما میتونید این چنگالتون اصلا این قسمت بذارید و از اینجا به بعد رو درگیر بکنید. خب پس با جا به جا کردن این دسته، ببینید اگر به شیوه درستی اینو جا به جا بکنید، دقیقا میتونید که روند سهم رو تشخیص بدید. مثلا یه نکته که من براتون بگم که بر اساس تجربه منه، وقتی سهم دائم داره دور این خط وسط بازی میکنه، خب این چیز خوبی نیست، احتمال ریزشش خیلی زیاده. خب اینها رو باید ببخشید مد نظر داشته باشید. حالا ما چنگالمون رو که رسم کردیم دوستان، یک سری خطوط دیگه هم در کنار این میتونیم رسم بکنیم. خب اجازه بدید من این چنگال رو جای دیگه بذارم، اینا رو کلن پاک کنم. مثلا من میام این چنگالمون رو اینجا میذاریم، دسته چنگال رو مثلا من میام میذارم اینجا، خب یه بالش رو میذارم اینجا، یه بال دیگه هم اینجا، تقریبا درسته. خب من این خط رو کشیدم. خب حالا اگر من بیام یه خطی از اینجا به صورتی بکشم که از نقطه A خب رد بشه، من نقطه رو اشتباه گذاشتم، ببخشید. خب و همچنین از نقطه A شروع بشه، از گوشه کانال، ببینید از این زاویه که این A بود، این B بود، این C. خب از A بیاد به B مستقیما بره، از A بیاد به C و مستقیما بره پایین. حالا این پایین که ما نموداری نداریم، ولی این بالا که داریم، ببینید دوستان از A اومده به B، خب از B مستقیم اومده. این یک خط روند عالیه که شما میتونید توی تحلیلاتون ازش استفاده بکنید. این نقطه های تماس، این نقطه شروع دقت کنید. خب دقیقا من این سهم رو بزرگ میکنم، ببینید دقیقا سهم اینجا خورده به این خط، واکنش منفی نشون داده، رد کرده، رفته بالا، برگشته، واکنش مثبت نشون داده، برگشته بالا و اومده پایین. پس اگر قرار باشه این سهم دوباره ریزش داشته باشه، ریزشمون تا این نقطه است که شما میتونید توی تحلیلاتون این رو به عنوان یک نقطه برای تارگتاتون در نظر بگیرید. خب پس این خط روندش رو یاد گرفتید، این خیلی مهم هستن توی تحلیلاتون 100% به کار میان. روش رسمشم براتون گفتم که از نقطه A B رد میشه، رسم چنگال اندروز گفتم که روی دو نقطه پیوتای ماژورمون حتما میذارید،
این دسته این رو حتما باید بذاری روی پیوت ماژورتون، ولی حتما روی یه نقطه نباید باشه. میتونید با این انقدر بازی بکنید تا نمودار توی حالتی به مثل این، خب نمودار توی حالتی قرار بگیره که سهمتون داخلش بتونید دقیقا تشخیص بدید از چه نقطه‌ای رد میشه، چه نقطه‌ای. مثلا ببینید یه الان این جای خوبی قرار گرفته، من براتون یه توضیح بدم. سهم از یک نقطه شروع شده رفته بالا، خب بعد دوباره ریخته روی این خط، میل برخورد به خط پایینی رو نگاه بکنید توی سهم بیشتر بوده، اینجا برگشته، یه بار برخورد داشته، چندین بار برخورد به خط پایینی داشته، حمایت رو از دست داده اومده پایین، دوباره رفته بالا، یک بار سقف رو تاچ کرده، دوباره اومده پایین، چندین بار به خط پایینی برخورد کرده، رفته بالا اومده پایین، دوباره چندین بار برخورد کرده و در ادامه یه ریزشی داشته اومده پایین. ببینید تعداد برخوردهای سهم، منحنی سهم به یک خط داره نشون میده که میل این سمت، این سهم به کدوم سمته. میل این سمت، سهم اینجا به سمت نزولی بوده. چرا؟ چون تعداد برخوردهامون به خط پایینی بیشتر بوده. بنابراین میشه بگیم اینجا چون که تعداد برخوردهامون به خط بالا بیشتر بوده، اگه خاطرتون باشه وقتی که چنگال رو گذاشتیم تعداد برخوردهامون به خط بالا داشت بیشتر میشد، میتونیم بگیم که آینده این سهم صعودی خواهد بود و تارگت‌های بالایی داره. البته بستگی به شرایط دیگه‌ای داره، شما میتونید یه خط روند اینجا رو بکشی، دوباره برای اطمینان خودتون یه خط روند دیگه اینجا رو بکشید. ببینید این یک خط روند، این یک خط روندی که مال چنگالمون بود، خب برخوردشون رو توی این نقطه ملاحظه بکنید دوستان. حالا اگه بخواید دقیق‌ترش بکنید میتونید فیبو بزنید، از اندیکاتور مکدی استفاده بکنید، از اندیکاتور آرسای استفاده بکنید، همه اینا رو همونجوری که براتون توضیح دادم کنار هم بذارید، شرایطشون رو ببینید چه شکلی هستن و به همین راحتی میتونید بعد از چند بار تحلیل کردن یه تحلیلگر خوب و حرفه‌ای بشید. موفق باشید دوستان، تا ویدیو بعدی، خدا نگهدارتون.